سلام. در برنامه پرونده امروز می‌خوایم سفری داشته باشیم به 31 سال پیش در جنگ اول خلیج فارس و حمله آمریکا به عراق در زمان بوش پدر. ارتش عراق از هم پاشید و یک خلای قدرت در عراق پیش اومد. رژیم طمع کرد که در وهله اول با استفاده از این موقعیت به عراق حمله کنه و کار ارتش آزادی بخش رو یکسره کنه و در وهله بعد عراق یا بخشی از اون رو ببله. به همین منظور در اسفند 1369 رژیم نیروهاش رو به داخل عراق فرستاد. ولی از اونجا که این اقدام و تجاوز از مرزهای بین المللی با واکنش شدید جامعه بین المللی مواجه می شد، نیروهای پاسدارش رو با لباس کردی و آنچنانی که گویا اینها گروه های کرد محلی هستند اعزام کرد. اما با ایستادگی ارتش آزادی بخش و تهاجم متقابل اون به سختی شکست خورد و عقب نشست و بعد برای توجیه این شکست مفتزهانه سعی کرد با دروغ و وارونگویی های ضد و نقیض وانمود کنه که مجاهدین و ارتش آزادی بخش به داخل خاک ایران حمله کرده و شکست خورده و به عقب رانده شدند. در پایان جنگ کویت دستگاه نظامی عراق فرو پاشیده بود، قسمتی از جنوب عراق اشغال شده بود. رژیم این رو به مثابه یک دعوتنامه برای صدور ارتجاع قلمداد میکرد و میخواست به این شکل از این وضعیت استفاده شو کرده باشه، یک حکومتی شبیه حکومت خودش توی عراق برپا بکنه. در این وسط هم میخواست ارتش آزادی بخش که دشمن اصلیش بود از سر راه برداره و از بین ببره. به همین منظور بود که نیروها و مزدوراشو تحت عنوان شیعیان عراق، کردهای معارض عراقی، باز انبوهی سلاح و تجهیزات روانه خاک عراق کرد. به زعم خودش فکر میکرد میتونه تو این عملیات ارتش آزادی بخشو از بین ببره تا اونجایی که میتونه نفرات ارتش آزادی بخش رو بکشه و بقیه رو اسیر بکنه و به ایران ببره. به همین منظور بود تعدادی اتوبوس خالی هم با خودش به عراق آورده بود. در توهم کامل فکر میکرد که تعداد زیادی اسیر میکنه، اما در صحنه عمل برخلاف آنچه که تصورش میکرد با سد سدید ارتش آزادی بخش مواجه شد که تعداد زیادی کشته و مجروح بر جای گذاشت. حتی فرصت این را نمیکرد که نیروها و کشته های خودش را از روی زمین جمع بکنند. در این میان تعدادی از دوستای خودم رزمندگان ارتش آزادی بخش شهید شدند و جانش را فدای خلق و میهن کردند. ظهر یکشنبه 19 اسفند 1369 رژیم آخوندی به یکی از پایگاه‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران در استان مرزی دیالی عراق حمله کرد و متعاقباً در اخبار ساعت 24 رادیوی حکومتی اعلام نمود که شهر خالص واقع در استان دیالی سقوط کرده است. حال اینکه ساعت‌ها پیش از شامگاه یکشنبه نیروهای ارتش آزادی بخش ملی ایران در جبهه‌ای به طول 150 کیلومتر تلاش‌های پاسداران رژیم را خونسا و با استقرار در یک نوار 150 کیلومتری توطئه آخوندها را در هم شکسته و آنها را فراری داده بودند. در تاریخ 20 اسفند 69 دفتر مجاهدین در پاریس در اطلاعیه گفت بر اساس آخرین اطلاعات محسن رضایی سرکرده سپاه پاسداران رژیم و وحیدی مسئول اطلاعات سپاه پاسداران همکنون همراه با نیروی برونمرزی به اصطلاح قدس در قرارگاه رمضان در شهر کرمانشاه مستقر شده و به گفته خودشان از 14 محور عملیاتی دست اندر کار نفوذ و اشغال نواحی مختلف عراق هستند. برخی نیروهای اعزام شده از سوی رژیم آخوندی مبادرت به برقرار کردن پایگاه‌های تاکتیکی در قسمت‌های مختلف خاک عراق نمودند. به قرار اطلاع به دستور شخص رفسنجانی فقط قرارگاه رمضان جیره غذایی 25 هزار نفر را به مدت 2 ماه به منظور پیگیری عملیات در داخل خاک عراق دریافت نموده است. مقاومت عادلانه مردم ایران برای صلح و آزادی
توجهات افکار عمومی و ارگان‌های بین‌المللی را نسبت به تحرکات و توطئه گسترده رژیم آخوندی که همکنون در سراسر نوار مرزی ایران و عراق ادامه دارد برمی‌انگیزد. همچنین یگان‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران در نواحی مرزی در برابر یورش مزدوران رژیم آخوندی علیه نفرات و پایگاه‌های مقاومت ایران با تمام قوا دفاع نموده و تا آخرین نفس مقاومت خواهند نمود. البته این آغاز ماجرا بود که از زاویه مجاهدین و مقاومت ایران اون رو شنیدیم. اجازه بدید ببینیم رژیم آخوندی چگونه به روایت این طرح جنایتکارانه خودش میپردازه. خامنه‌ای در یک سخنرانی عمومی مقاصد توسعه طلبانه و تروریستی خود در عراق را آشکار ساخت و گفت اگر ملت عراق هم امروز بخواهند نجات پیدا کنند باید به اسلام که منظور حاکمیت آخوندی است بچسبند و به سمت حاکمیت اسلام حرکت نمایند. آخوند محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه رژیم نیز در 9 فروردین 1370 با اشاره به افشاگری‌های مجاهدین پیرامون دخالت‌های مستمر نظامی رژیم آخوندی در خاک عراق گفت جمهوری اسلامی به هیچ وجه در مسائل داخل عراق دخالت نداشته و معنای اقدامات ما دخالت نیست، بلکه این فضیلت نظام ماست. رفسنجانی رئیس جمهور وقت رژیم نیز گفت ما مأمور نیستیم که 1300 کیلومتر مرزمان با عراق را حفظ کنیم. ممکن است بعضی ها هم از ایران بروند، آن طرف کاری انجام بدهند و برگردند. افسار گسیختگی علنی سردمداران نظام برای بلعیدن عراق و از میان برداشتن مجاهدین و ارتش آزادی بخش رو مشاهده کردید. در پی عملیات رژیم اجساد پاسداران روی زمین باقی مونده بود. همچنین تجهیزات و سلاح‌های بسیاری با آرم پاسداران به دست مجاهدین افتاد. اما به رغم تمام اینها توپخانه دروغ پردازی آخوندی برای وارونه کردن حقایق و در بردن رژیم به کار افتاد. خبرگزاری آسوشیتد پرس 12 فروردین 1370 اول آوریل 1991 به نقل از رادیوی آخوندها در تهران گزارش کرد که روز دوشنبه پاسداران مرزی رژیم ایران با اعضای مسلح یک گروه تبعیدی اپوزیسیون مستقر در عراق به زد و خورد پرداخته و بسیاری از آنان را کشته و اسیر کرده و بقیه آنان را مجبور ساختند که به پایگاه‌هایشان در داخل عراق فرار کنند. خبرگزاری رسمی رژیم در فروردین 1370 مدعی درگیری‌های بین اعضای مجاهدین و پاسداران مستقر در شمال شهر قصر شیرین در یک منطقه مرزی با عراق می‌شود. ایرنا می‌نویسد در جریان این درگیری‌ها پاسداران انقلاب منافقین را فراری دادند و چندین نفر از آنها را کشته و یا دستگیر نمودند. اما مجاهدین بلافاصله اطلاعی صادر کردند. خبرگزاری فرانسه در 13 فروردین 1370 آن را بازتاب داد و نوشت مجاهدین از دبیرکل سازمان ملل متحد دعوت نمودند تا ناظرینی را به دو سوی مرز ایران و عراق اعزام دارد تا به گفته آنها دروغ‌های فریبکارانه مربوط به اتهامات تهران در مورد نفوذهای به عمل آمده به خاک ایران را ملاحظه نماید. مجاهدین خاطرنشان می‌نمایند که نمایندگان ملل متحد می توانند در هر لحظه برای دیدار با اسرای پاسداری که همگی به لشکر 32 سپاه پاسداران ایران تعلق دارند و با کارت عضویت سپاه نزد مجاهدین هستند بیایند. همزمان با دروغ پردازی دستگاه جنگ روانی آخوندها، کارگزاران حکومتی هم به فریب مجامع بین المللی و دولت‌های جهان پرداختند. کمال خرازی نماینده رژیم در سازمان ملل متحد روز 2 فروردین 1370 در کمال وقاحت کمک رژیم به شورشیان عراق و دخالت در امور عراق و همچنین حضور نیروهای پاسدار در عراق و نبرد آنها با مجاهدین را کاملا تکذیب کرد. به دنبال نامه‌های شکایت دولت عراق نسبت به دخالت‌های نظامی رژیم در این کشور، خرازی به خبرنگاران گفت همانطور که ما عادت داشته‌ایم، زمان جنگ ایران و عراق مرتب از این نامه‌ها بود.
این نامه ها بیشتر از طرف عراق است. هفته پیش مال ایران بود که گروهی از مجاهدین، اگر به یاد داشته باشید، رفته بودند به خاک ایران. 14 فروردین 70، هیئت نمایندگی رژیم ایران در سازمان ملل، سازمان مجاهدین خلق ایران را متهم کرده که از خاک عراق ایران را مورد حمله قرار داده است. در نامه‌ای که به دبیرکل سازمان ملل نوشته شده آمده بود که روز دوشنبه گذشته حدود 3000 نفر از مجاهدین یکی از پست‌های مرزی ایران را مورد حمله قرار داده، ضمن کشتن تعدادی سرباز ایرانی و پیش از آن که به خاک عراق مراجعت کنند، 35 سرباز ایرانی را نیز به اسارت گرفته با خود بردند. نامه یاد شده به عنوان یکی از اسناد شورای امنیت توضیح شد. آیا این اقدامات تروریستی و توسعه طلبانه رژیم فی‌البداهه شروع شد یا زمینه سازی شده بود؟ هدف آخوندها از اشغال عراق چی بود؟ البته حالا و بعد از گذشت دهه ها از اون وقایع میتونیم صحنه سیاسی اون روز رو بهتر ببینیم. ببینید، در هر جنگ تجاوزکارانه‌ای خب نیروهای متجاوز سعی میکنن دست به یک جنگ روانی علیه نیروی دشمنشون بزنن. این مسئله در مورد رژیم به طور خاص ضریب میخوره، یعنی رژیم برای زدن به آلترناتیو خودش، به جایگزین خودش، از کثیف‌ترین شیوه های جنگ روانی در طی این چند سال همچنان که شاهدیم استفاده کرده و در زمانی که جنگ کویت در جریان بود همین شیوه رو به کار برد. خب رژیم اومد چی کار کرد اون وقت؟ اومد از یه طرف اخباری رو منتشر کرد از طریق رسانه‌های خودش یا از طریق ورق‌پاره‌های خودش، اخباری رو منتشر کرد دایر بر این که مثلا خواهر مریم رفتن کویت، یا مثلا اینکه مجاهدین الان دیگه پراکنده شدن، یه عده رفتن اردن، یه عده رفتن سودان، یه عده رفتن اینم کشورهای خاورمیانه یا کشورهای اروپایی مثلا آلمان و دیگه چیزی ازشون نمونده. خب هدف چی بود؟ هدف رژیم چی بود از این کار، از نشر این اکاذیب و این جنگ کثیف روانی که اشاره کردم خدمتتون؟ رژیم 3 هدف مشخص داشت. یکم این که بیاد توی جبهه مخالف خودش، توی جبهه دشمن که همین ارتش آزادی بخش و مجاهدین باشند، بیاد اینها رو دچار انشقاق بکنه. شیوهی که در مورد بقیه گروه ها به وفور به کار برده و موفق بوده، یا حتی در مورد جریان های داخل خودش، باندهای داخلی خودشون. یه هدف دیگرش هم اینه که بیاد حامیان این مقاومت رو در تمام دنیا دل سرد بکنه. هدف سوم رژیم هم اینه که به مردم ایران بگه که مجاهدین دیگه نموندن، یعنی مردم رو از وجود این نیروی مقاوم جایگزین و جانفدا که دارن برای آزادی مردم ایران می جنگن ناامید بکنه و به این ترتیب هدف خودش رو پیش ببره. سابقه رژیم آخوندی در استفاده از لباس کردی برای عملیاتاش زیاده که بعضن در رسانه‌های حکومتی هم نوک اون بیرون میزنه. مثلا در این نمونه هم پاسداران جنایتکار برای عملیاتشون علیه مجاهدین خودشون رو در پوشش لباس کردی مخفی کرده بودن. توجه کنید که تلویزیون نیروی تروریستی قدس اونو پخش کرده. 19 مهر ماه 1365 عملیات با رمز یا زینب آغاز شد و 300 رزمنده ایرانی در کنار بیش از 2000 رزمنده کرد عراقی وارد عملیات شدند. عملیاتی که توی 150 کیلومتری عمق خاک کشور عراق و در شهر کرکوک باید انجام میشد. اولین جایی که با آتش کشیده شد پالایشگاه نفت کرکوک بود که به شدت آسیب دید و بعد هم پادگان رامادان مورد هجوم قرار گرفت.
و بعد از اون هم نوبت به پایگاه سازمان مجاهدین خلق یا همون منافقین رسید که با حمله ضربتی و چریکی و نامنظم قرارگاه رمضان و نیروهای کرد مورد آتش قرار بگیره. اگر ما این کار رو موفق می شدیم، یعنی اگر ما یکی برنامه اساسی این بود که ما باید برسیم به قرداغ، به نظر من چون عجله کردیم ما در نتیجه اون کار بزرگی رو که جنگ نامنظم براش برنامه‌ریزی کرده بود نتونستیم اجرا کنیم. مرکز حزب منافقین توی شهر کرکوک مورد اصابت قرار گرفت. پوشش ها توی این عملیات؟ بله، تو پوشش همه با لباس کردی، همه قیافه ها عین همون اتحادی میهنی اینا بود. بنابراین من میخوام عرض کنم ما در اونجا در حقیقت چون پوشش مردمی رو هم گرفته بودیم اصلا مشکل خاصی، فقط از منطقه اصلی درگیری به سرعت خارج شدیم. بله، استفاده از لباس مبدل کردی بارها و بارها انجام شد، اما این بار یعنی در عملیاتی که توسط مجاهدین به نام عملیات مروارید نامگذاری شده پاسخ لازم رو به رژیم داد و پاسداران با همون لباس‌های مبدل تارمار شدند. به این ترتیب خواب پنبه‌دانی رژیم برای توسعه ام‌القرای خودش پوچ از آب در اومد. آخوندها که شکست توطئه‌های خودشون رو دیدند تصمیم گرفتند این شکست فضاحت‌بار از ارتش آزادی بخش ملی رو با اتهاماتی مثل زندان‌های مجاهدین یا کردکشی و جنگ روانی علیه اونها جبران کنند تا صورت مسئله در این میون گم بشه. خب ما یک دفعه شنیدیم که مجاهدین در کردستان عراق حمله کردن به کردها و اونها رو قتل عام کردن و خبرهای رژیم دیگه به وفور شروع شد از طریق بوقهای تبلیغاتیش که آره مجاهدین اومدن زن و بچه مردم رو توی کردستان زیر زنجیر تانکاشون انداختن و له کردن، یا مثلا میگفتن مجاهدین هم رفتن توی بیمارستان ها و بیمارا رو از روی تخت بیمارستان بیرون کشیدن و انداختن توی خیابون و خیلی از جنایت های دیگه. این در شمال عراق. این خبرها رو کی ترویج میکرد؟ یک سری از جاش های عراقی که وابسته به خود رژیم بودن، اونها هم البته دست داشتن تو ترویج این اخبار. مجاهدین خلق همچنین در عملیاتی با نام مروارید شمار بسیاری از کردهای عراق را در همان سال قتل عام کرد. از طرفی هم در جنوب عراق بود. در جنوب عراق موضوعهایی مثل مجلس اعلای انقلاب به اصطلاح اسلامی و مزدوران نوح بدر، همین دار و دسته هادی عامری که قبلا در فروغ جاویدان سلاح رژیم رو به دوش کشیده بودن و علیه مجاهدین جنگیده بودن و مجاهدین رو به گلوله بسته بودن، اونها هم دست به ترویج یه سری اکاذیب علیه مجاهدین زدن که مجاهدین در جنوب عراق اومدن یک قیامی بوده اونجا، قیام شعبانیه، و مردم عراق که علیه صدام حسین و علیه حکومت وقت قیام کردن، مجاهدین اومدن اینا رو سرکوب کردن و مجاهدین پیش قراول ارتش عراق بودن چه در شمال و چه در جنوب عراق. حالا شما بیا اینا رو به هم بچسبون، این دروغ های رژیم رو به هم بچسبون، ببینید چقدر تناقض تو این حرف ها هست و چجوری بیرون میزنه. از یک سو میگفتن مجاهدین تموم شدن و دوچار پراکندگی شدن، یه سریشون رفتن اردن، نمیدونم یمن، کشورهای اروپایی، خاورمیانه و دیگه نموندن. از یه سمت هم میگفتن که مجاهدین لشکرکشی کردن، از شمال و جنوب عراق رو همه زیر تانکاشون له کردن، مردم رو از بین بردن. این چه مجاهدینی هستن که از یک سو از بین رفتن و متلاشی شدن و از سوی دیگر دست به چنین چیزی زدن؟ اما واقعیت چی بود؟ واقعیت خیلی روشن، همه مردم ایران میدونن، همه مردم عراق میدونن و بخصوص در جنوب عراق و در شمال عراق کردها اینو به خوبی میدونن و بارها اینو اعلام کردن. واقعیت این بود اساسا اینها همه دروغ و اکاذیب بود. اون چیزی که در صحنه واقعی بود این بود که رژیم نیروهای خودش رو از اون ور مرز
آورده بود و به قصد تهاجم و به قصد قتل عام مجاهدین آورده بود و دست به محاصره مجاهدین زد و نیات شومی در کلشون بود. همچنان که یکی از فرماندهان سپاه در سال 91 به صراحت این رو اعتراف کرد، اونا هدفشون این بود که لشکرکشی کنن و مجاهدین رو با استفاده از شرایطی که در عراق پیش اومده بود، مجاهدین رو و نیروی اصلی و اپوزیسیون و نیروی جایگزین خودشون رو که تهدید وجودی اونهاست از بین ببرن. اما صحنه برعکس شد. مجاهدین در یک استقامت و در یک تهاجم دلیرانه، نیروهای ارتش آزادی بخش انبوه مزدوران سپاه رو به هلاکت رسوندن و حلقه محاصره رو شکوندن و اجازه این دست درازی و این خیال خام که رژیم در کلش میپروراند و بعدن رفسنجانی اعتراف کرد که از دیوار بالاتر از قد خودمون میخواستیم بالا بریم، این نقشه رو پاک برهم زدند و نقشه براب کردند. به دنبال ادعاهای دروغین رژیم آخوندی علیه مجاهدین، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک سند رسمی به تاریخ 22 اوت 1995 گزارشات رژیم آخوندی مبنی بر شرکت مجاهدین در حملات علیه مردم کرد در کرکوک و دیگر شهرهای عراق را دروغ خواند و از انتشار آنها ابراز ناراحتی کرد. خوب اینجا اضافه بکنم که حزب دموکرات کردستان عراق یکی از احزاب اصلی کردستان عراق در تیر ماه 1378 یکی از اعضای دفتر سیاسی این حزب که آن زمان مسئول امور خارجه این حزب بود طی یک شهادتنامه به دادگاهی در هلند اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق ایران هیچ گونه دخالتی در سرکوب کردستان عراق نداشته. البته مثل همیشه تعدادی مزدور و خائن هم پیدا میشن که رژیم دروغهاش رو از زبون اونها بیان کنه. چند نمونه رو با هم ببینیم. بما انه كانت تربطه معاهده مع الحكومه العراقيه الجزمات كان بعضهم حفاه او يلبسون النعال او احذيه بلاستيكيه. اما فضاحت دروغهای دستگاه جنگ روانی آخوندها به حدیه که سازندگان اون هم بعدها به بطلان اون دروغ ها اعتراف کردند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در تاریخ 15 فروردین 97 به دروغ بودن دعاوی پیشین رژیم اعتراف کرده و نوشت عملیات کلار به منظور گرفتن زهر چشم از مجاهدین و کمک به انتفاضه شیعیان و کردهای عراق انجام شد. این عملیات در عمق خاک عراق و با حضور بسیجیانی که سابقه حضور در عملیات‌های دفاع مقدس را داشتند برگزار شد. عبدالرضا زمانی: نزدیک یک ماه کار شناسایی طول کشید تا اینکه ما به شب عملیات رسیدیم. رشادی: اگر شما از مرز ایران به سمت خاک عراق 80 کیلومتر با دشمن جلو بروید و پس از آن نیز تقریبا 20 کیلومتر پیاده روی کنید به نقطه رهایی نیروهای رژیم یعنی محل آغاز عملیات کلار می رسید. ما چند روز در داخل خاک عراق در یک پادگان یا کاروانسرای متروکه حوالی شهر کلار مستقر بودیم. رشادی: آقای ولایتی وزیر خارجه وقت آخوندها که رسما انجام این عملیات از طرف رژیم را تکذیب کرد. عبدالرضا زمانی: آن موقع هیچ کس از طرف رژیم زیر بار این عملیات نرفت و حتی تا همین 2 سال پیش هم هیچ یک از ما درباره آن حرف نمی زدیم. تلویزیون حکومتی آخوندها هم در 18 آذر 91 در برنامه‌ای تمامی دعاوی گذشته خود در نامه به شورای امنیت مبنی بر عملیات نظامی مجاهدین در قصر شیرین و درگیر شدن با پاسداران در خاک ایران را کنار گذاشت و صحبت از عملیاتی تعرضی و لشکرکشی نظامی رژیم در شهر کلار در عمق 60 کیلومتری خاک عراق کرد. عملیات در واقع کلار فالا در منطقه‌ای به نام کلار و کفری و این شهرهای از عراق اونجا داخل خاک عراق منافقین تو خاک عراق چرا اصلا این کار چی بود که منجر به شهادت خب بعضی از جوانای مملکت هم شدن؟ من اطلاع ندارم، چیزی نگفتن به ما که مثلا اصلا اسمی عملیات چیه. اسمی که اون زمان براش گذاشتن با رمزش یکی بود، توکل رو علی الله. قبل از نماز صبح همون شب
کار به طور روال عادی خودش با موفقیت پیش رفت. ولی متاسفانه صبح تو محاصره افتادیم. اینطوری هم که میگفتن که تقریبا 4 تا تیپ وارد عمل شده بود، یکی تیپ انصارالحسین، یکی یه تیپ از خرم آباد، یه تیپ هم از مشهد و یه تیپ هم از الظاهر از تهران بود. توی تمام یگانایی که اومدن برای عملیات، تنها یگانی که تقریبا محاصره شد و به دام افتاد و تو قلب عملیات بود، یگان ما بود با آیه همین آقای چیز اینا مرادی اینا. باید بنابرای دستور عقب میومدیم، کار خودمون انجام داده بودیم، اما بدون هماهنگی مسئولین و با اتکای به خودمون که نباید برمیگشیم، بعد بالاخره ما به ما دستور میدازیم بیاید عقب. ماشین اولیت میدیم از لحظه ای که به قول معروف دستور عقب نشین رو دادم که دیگه مثلا بچه ها میتونن بیان عقب، به خود بنده اعلام کردم. بنده چیزی رو که خدمت اعضای گردان گفتم و بچه گفتم، گفتم اینجا دیگه بحث فرمانده ای نیست، ما توی حالت محاصره قرار گرفتیم و هر کس دیگه الان باید فرمانده خودش باشه. هر کس که میتونه دیگه خودش نجات بده دیگه، نه ما فرمانده و نه شما نیرو. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نیز در 15 مرداد سال 96 در گفتگویی با پاسداران شرکت کننده در این تجاوز جنایتکارانه به صحت گزارشات اطلاعیه‌های سال 1370 مجاهدین اعتراف کرد و نوشت: پاسدار محمد صادق جعفرپور: البته هدف دیگر ما کمک به کردهای عراق و دوستانمان در لشکر نوح بدر به رهبری آیت الله حکیم بود که آن زمان انتفاضه شعبانی را آغاز کرده بودند، هرچند در زمان انجام عملیات کلار با هدف همین تعقیب متجاوز اعلام شد. اکبری: وقتی عملیات کلار در عمق 60 کیلومتری از خاک عراق شکل گرفت و تعدادی از همرزمان ما اسیر شدند، آقای هاشمی عنوان کردند سربازان ما هنگام نگهبانی به اسارت دشمن درآمدند و گفتند که ما در خاک خودمان بودیم که سربازانمان را اسیر کردند. جعفرپور: البته همان زمان منافقین موضوع را رسانه‌ای کردند تا از موضوع علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند، اما وقتی ما را اسیر کردند، هر چه به ما گفتند که بگوییم پاسدار هستیم و در کدام منطقه عملیات کرده ایم، ما زیر بار نمی رفتیم و اتفاقا خود را سرباز معرفی می کردیم بدون اینکه از اوضاع کشور و یا حرفهایی که زده شده مطلع باشیم. اکبری: عملیات کلار که البته بعدها این اسم را رویش گذاشتند در 12 فروردین سال 70 شکل گرفت. این عملیات رژیم در خاک عراق غیر مشروع و برخلاف قوانین حقوق بین المللی بود، طوری که رژیم بسیاری از موضوعات مربوط به اون رو میپوشونه، از جمله کشته شدن یک سرتیپ پاسدار به نام محمد طالبیان. این پاسدار جنایتکار در جریان درگیری با مجاهدین در عمق خاک عراق به هلاکت رسید. اما ببینید که رژیم در پوشوندن محل هلاکت مزدورش درمانده شده. مؤسسه شکنجهگران خامنه‌ای موسوم به هابیلیان محل حرکت سرتیپ پاسدار محمد طالبیان را قصر شیرین عنوان کرده است. یکی از شکنجگران رژیم به نام عزت الله مطهری یا همان عزت شاهی در خاطراتش این جلاد را معرفی کرده و می نویسد: محمد طالبیان مدتی شهردار نهاوند و از اعضای فعال حزب جمهوری اسلامی و عضو شورای سرپرستی کمیته امداد خمینی بود. او یکی از اسرای ایرانی در دست بعثیون عراق بود که تا کنون از سرنوشتش خبر صحیحی به دست نیامده و از جمله مفقودین به حساب می آید. شخص خامنه ای نیز این پاسدار به حرکت رسیده را به خاطر کینه‌ورزی‌اش نسبت به مجاهدین فرد نمونه برای نظامش معرفی کرده و در رابطه با او میگوید: یاد مرحوم طالبیان که بالاخره ما نفهمیدیم سرنوشت ایشون چی شد، را گفتن شهادت ایشون مسلم شد، اما من اطلاعی ندارم. گرامی بداریم این مرد زحمتکش و مبارز واقعی که ما ایشون رو میشناختیم. رفت و هیچ خبری ازش نشد. نفهمیدم چی شد. اگر به شهادت رسیدن، خدا انشالله با
اولیایشون مشهور کنه اگر زنده هستن که خدا به انجام بشه. تمام اینها در حالی است که خبرگزاری حکومت ایسنا در 14 اردیبهشت 99 به صراحت به حرکت این پاسدار جنایتکار در خاک عراق اشاره می کند و می نویسد در سال 1370 و با شرکت در عملیات سرکوبی مجاهدین در خاک عراق به درجه رفیع شهادت نائل آمد، اما پیکرش به وطن باز نگشت. البته این روزها با گسترش فضای مجازی امکان این پنهانکاری ها برای رژیم بسا سخت‌تر شده. به عنوان نمونه محل کشته شدن تعدادی از پاسداران جنایتکار رژیم در تجاوزش به داخل خاک عراق در کانال های تلگرامی منتشر شده. نمونه های از اون رو با هم میبینیم. برای اینکه به ابعاد توطئه‌ای رژیم برای بلعیدن عراق و نابود کردن مجاهدین در وقایع بعد از جنگ کویت پی ببریم، خوب نگاهی به سطح فرماندهی اختصاص داده شده از طرف رژیم برای این عملیات بندازیم. یعنی پاسدار جنایتکار حسین همدانی، سرکرده وقت قرارگاه نجف سپاه پاسداران که بعداً در سوریه به هلاکت رسید. خبرگزاری دفاع مقدس رژیم درباره حضور پاسدار سرتیپ جنایتکار حسین همدانی در شهر کلار برای هدایت عملیات علیه مجاهدین در صحنه اینطور نوشته است. اوایل سال 1370 نیروهای مجاهدین در جبل مروارید پشت ارتفاعات آغداق شهر قصر شیرین مستقر شده و امنیت منطقه را برهم زده بودند. حسین همدانی در مقام فرمانده و هماهنگ کننده یگانهای موجود در منطقه که عبارت بودند از تیپ 32 انصارالحسین و تیپ نبی اکرم و تیپ 71 روح الله داخل شهر کلاره مستقر می شود تا عملیات کلاره را جهت از بین بردن مقر مجاهدین در 22 فروردین ماه فرماندهی کند. اجازه بدید برای روشن شدن بیشتر این اقدامات جنایتکارانه نگاهی مجدد به یکی از گزارشات اطلاعیه مجاهدین در نخستین روزهای این تجاوز، یعنی گزارشی که 3 دهه پیش منتشر شده، بندازیم تا ببینیم گذر زمان چه اندازه صحت اطلاعاتی رو که اون روزها مجاهدین افشا کردند مهر میکنه. اگر آخوند محمد یزدی، رئیس قضایی خامنه‌ای و سایر سردمداران رژیم خمینی که این روزها وقیحان اصرار دارند تا اقدامات آشکار خود را در منطقه مرزی ایران عراق منکر شوند راست میگویند، پس چه کسی مردم بیگناه شهرهای مرزی ایران و عراق از قبیل منظریه و خانقین را شبانه روز گلوله باران و توپ باران می کند؟ ستونهای تورانی خودروهای پاسداران و انواع اقسام تجهیزات و سلاحها با مارک سپاه پاسداران توسط چه کسانی از تمامی معابر مرزی وارد عراق می شود؟ اگر یزدی و سایر آخوندها راست می گویند، هزاران پاسدار من جمله تیپ 39 موسوم به نبی اکرم، تیپ 59 موسوم به مسلم ابن عقیل، تیپ 32 موسوم به انصارالحسین و تیپ ضد امام علی سپاه پاسداران برای سرکوب مجاهدین در شهرهای کفری، جلولا و خانقین عراق چه می‌کردند که تاکنون مجاهدین فقط اسامی 200 نفر از این پاسداران که در درگیری با مجاهدین کشته شدند را منتشر نمودند. مگر مقر پاسداران در مراکز اداری شهرهای کلار و سلیمانیه و بسیاری دیگر از شهرهای مرزی عراق آنچنان که همه مردم شاهدند قرار ندارد و پاسداران آزادانه با لباس هوا نیروز و لباس امدادگر سپاه رفت و آمد نمی کنند؟ مگر قرارگاه رمضان پاسداران پست فرماندهی در منطقه شیلر عراق دایر نکرده است و چه کسی گلوله‌های شیمیایی توپ را در دربندی خان انبار کرده است؟ مگر همکنون تعدادی از آخوندهای مجلس رژیم در داخل خاک عراق نیستند؟ مگر تلویزیونهای جهان به کرات صحنه‌هایی از اقدامات مزدوران رژیم خمینی در داخل عراق را پخش نکردند که صدای گفتگوی پاسداران به زبان فارسی در حین اقداماتشان به وضوح شنیده می‌شد؟ در این برنامه شاهد بودیم چگونه رژیم جنایتکار آخوندی که تمامی قوانین حقوق بین‌المللی در رعایت حقوق همجواری رو زیر پا گذاشته و علناً به خاک عراق تجاوز نظامی کرد تا به خیال خودش با یک تیر دو هدف بزنه، هم مجاهدین و ارتش آزادی بخش را از میان برداره و هم بخشی از عراق رو به بلعه، اما در مصاف نظامی با مجاهدین شکست خورد و بعداً سردمداران رژیم اعتراف کردند می‌خواستیم از دیوار بلندتر از قد خودمون بالا بریم.
بعد از اون رژیم برای سرپوش گذاشتن بر این شکست مفتزهانه به جنگ روانی و اتهام‌های دروغین علیه مجاهدین رو آورد تا شاید بتونه شکستش رو بپوشونه و صورت مسئله رو عوض کنه. اما حقیقت پنهان کردنی نیست و در این جنگ هم علاوه بر جنگ نظامی شکست خورد و ارتش آزادی بخش با تقدیم 40 شهید قهرمان پیروز شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.